درود بر شما همراهان گرامی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. لطفاً برای بهتر دیده شدن این ویدیو لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و این ویدیو رو برای دوستان خودتون هم ارسال کنید. با ما همراه باشید. مرگ آتشین در انتظار سیاه‌ترین سیاره کهکشان. سیاره وسبی 12B یکی از جالب‌ترین سیارات فراخورشیدی که میشناسیم. این سیاره فوق‌العاده سیاه که دور یه ستاره کوتوله زرد کمی بزرگتر از خورشید میچرخه، 1410 سال نوری از ما فاصله داره. این سیاره به عنوان یه مشتری داغ شناخته میشه. یه سیاره فراخورشیدی قول گازی با جرم و اندازه مشابه با مشتری که بسیار به ستاره مادری خودش نزدیکه. این سیاره هرگز در امن‌ترین موقعیت قرار نداشته. این سیاره فراخورشیدی قول گازی با یه دوره مداری بیش از یک روز به قدری به ستاره خودش نزدیکه که جریان مداومی از مواد به دور از جو اون به بیرون پرتاب میشه. اما مرگ اون لزوماً با انفجار ستاره‌ای رخ نمیده. مشاهدات دقیق نشون میده که این یک مدار در حال زواله و بر اساس تحقیقات جدید این مدار کمی سریع‌تر از اون چیزی که در ابتدا تصور میکردیم در حال فروپاشیه. سیاره وسپی 12B به جای تخمین 3.25 میلیون سالی که در ابتدا تخمین زده شده بود، طی 2.9 میلیون سال به پایان آتشین خودش میرسه. طبق مدل‌های کنونی سیاره‌ای، مشتری داغ از نظر فنی نباید وجود داشته باشه. یه قوله گازی نمیتونه انقدر در نزدیکی یک ستاره تشکیل بشه، چون گرانش، تابش و بادهای شدید ستاره‌ای باید مانع از جمع شدن گاز بشن، اما اونا وجود دارن. چند صد مورد در داده‌های سیاره‌ای فراخورشیدی شناسایی شدن. مشتری‌های داغ که در نزدیکی ستاره خود تشکیل میشن، جزو سیارات فراخورشیدی هستن که بیشتر از بقیه تحت مطالعه قرار گرفتن، چون اونا میتونن اطلاعات زیادی در مورد فعل و انفعالات جزر و مدیه بین یک سیاره و یک ستاره به ما بدن. سیاره وسبی 12B از نزدیکترین مشتری‌های داغ به ستاره خودش است. بعد از بررسی‌های اخترشناسان، این سیاره در سال 2008 کشف شد. مدار کوتاه اون نشون میده که میتونیم بسیاری از گذرها رو مشاهده کنیم. این زمانیه که یه ستاره فراخورشیدی از بین ما و ستاره عبور میکنه و باعث میشه که نور ستاره کمی کم بشه. در سال 2017 محقق‌ها متوجه چیز عجیبی در مورد گذرهای این سیاره شدن. اونا بر اساس اندازه‌گیری‌های قبلی دوره مداری تنها در کسری از ثانیه اتفاق افتادن. این تغییر زمانی جزئی ممکنه نتیجه تغییر جهت مدار سیاره فراخورشیدی باشه. بنابراین تیمی از اخترشناسان به سرپرستی ساموئل یی از دانشگاه پرینستون تصمیم گرفتن هنگام عبور این سیاره از کنار ستاره خود نه تنها گذرها بلکه پنهان شدن این سیاره در پشت ستاره مادریش رو هم از نزدیک با دقت بررسی کنند. اگه وسبی 12B در حال تغییر جهت می بود، این پنهان شدن باید کمی به تأخیر می افتاد. یک گذر باعث کم نور شدن ستاره می شه. یک پنهان شدن باعث تاریکی حتی بیشتری می شه. علت اینه که ستاره فراخورشیدی که گرما و نور ستاره رو منعکس می کنه، اگه پشت ستاره نباشه به روشنایی کلی سیستم اضافه می کنه. ستاره وسبی 12B از لحاظ نوری بسیار تاریکه و 94% از کل نوری که به اون تابیده میشه رو جذب میکنه و باعث میشه که از آسفالت سیاه‌تر بشه. اخترشناس ها معتقدن که علت اینه که سیاره فراخورشیدی خیلی گرمه.
در دمای 2600 درجه سانتیگراد در سمت روز مولکول‌های هیدروژن به هیدروژن اتمی تجزیه میشن و باعث میشن که جو اون مثل یک ستاره کم جرم رفتار کنه، اما به دلیل اینکه بسیار گرمه در نور فروسرخ میدرخشه. تیم یی با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر تلاش کردن تا این پنهان شدن رو مشاهده کنن. اگرچه اونها ستاره وسپی 12 رو برای 16 دوره مداری مشاهده کردن، اما فقط موفق به یافتن 4 پنهان شدن ضعیف در داده ها شدن. هرچند این تعداد کافی بود. این پنهان شدن ها رو میشه با گذرها انطباق داد و محقق ها دریافتن که این پنهان شدن ها با سرعت بیشتری اتفاق میافتن، همسو با زوال مداری 29 میلی ثانیه در سال. به گفته اخترشناس ها، عمر این سیاره ها با این سرعت حدود 3.25 میلیون سال بوده. اکنون تیم جدیدی از محققان به سرپرستی جیک ترنر از دانشگاه کورنل نشانه هایی از زوال مداری رو در مجموعه داده های تلسکوپ تس جستجو کردن. تلسکوپ تس منطقی از آسمون رو که شامل وسپی 12 بود از 24 دسامبر 2019 تا 20 ژانویه 2020 مطالعه کرد. توی این داده ها تیم 21 گذر رو ثبت کرد. پنهان شدن سیاره در پشت ستاره بسیار کم عمق بودن که به صورت جداگانه قابل شناسایی نبود. اما محقق ها تونستن اونها رو مدل سازی کنن تا مناسب ترین مورد رو برای داده های تست پیدا کنن. این زمان های گذر و پنهان شدن با داده های قبلی برای تحلیل زمان ترکیب شدن و ترنر و تیمش تونستن تایید کنن که مدار وسپی 12B در حال زواله. اما این اتفاق کمی سریعتر از اون چیزی که فکر می کردیم می افته. با سرعت 32.53 میلی ثانیه در سال برای مجموع طول عمر 2.9 میلیون سال. این مدت زمان طولانی به نظر میرسه، اما در مقیاس کیهانی این مدت زمان عملاً یه چشم برهم زدنه و طول عمر سیاره فراخورشیدی رو از 10 میلیون سال تا زمان مرگ سیاره به طور چشمگیری کاهش میده. اما اگرچه وسپی 12B عمر طولانی نداره، اما مطالعه اون میتونه چیزهای زیادی به ما یاد بده. با وجود اینکه وسپی 12B تنها سیاره فراخورشیدیه که شواهد زیادی در مورد زوال مداری برای اون وجود داره، اما سیارات فراخورشیدی مشتری داغ دیگه هم وجود دارن که انتظار میره سرعت‌های مشابهی از زوال مداری رو از خودشون نشون بدن. ترنر و تیمش نوشتن از این رو داده‌های اضافی میتونن نشون بدن که آیا این سیارات فراخورشیدی واقعاً روال جزرومدی ناشناخته رو نشون میدن یا اینکه پیشبینی‌های نظری باید بهبود پیدا کنن. مشاهدات منظومه‌های دیگه به ما کمک میکنن تا شکل‌گیری، تکامل و سرنوشت نهایی سیاره‌های مشتری داغ رو بیشتر درک کنیم. همراهان گرامی، بدون شک لایک، کامنت، سابسکرایب و انتشار ویدئوی ما توسط شماست که ما رو دلگرم به این راه میکنه. تا ویدئوی بعدی، بدرود.